قانون اساسی پیشبینی های لازم رو برای چنین شرایطی رو هم داشته و در نظر گرفته. در آستانه برگزاری انتخابات زود هنگام ریاست جمهوری، یکی از مسائل مبهم آن است که آیا فرد بعدی هم در راستای سیاست یک دستسازی قدرت روی کار خواهد آمد یا آنکه سیاست چند سال اخیر تغییر می‌کند. سیاست یک دستسازی از سمت طیف‌های خاص گرچه سالها بود که دنبال می‌شد، اما مشخصاً از سال 98 و در جریان انتخابات مجلس 11 نمود بارزتری پیدا کرد. در آن زمان بسیاری از اصلاح طلبان در انتخابات نامزد شدند، اما همه با یک شگفتی بزرگ مواجه شدند، آنکه شورای نگهبان نه تنها بسیاری از نامزدها را رد صلاحیت کرد، بلکه تعداد نمایندگان رد صلاحیت شده حتی از رد صلاحیت شده های مجلس ششم در جریان انتخابات مجلس هفتم هم بالاتر رفت. متعاقب این رد صلاحیت های گسترده، جبهه اصلاحات به صورت تشکیلاتی در انتخابات شرکت نکرد. قریب به اتفاق نامزدهای باقی مانده در عرصه متعلق به یک جناح سیاسی یعنی اصولگرایان بودند و آنها توانستند با رأی حداقلی وارد مجلس شوند. مجلس 11 مظهر یک مجلس سراسر اصولگرا بود. اصولگرایان در رویای خود می‌پروراندند که با پایان دولت روحانی، اگر یک دولت اصولگرا روی کار آید، عملاً حکمرانی در کشور را در اختیار خواهند گرفت. آنها آمده بودند فتح کرسی به کرسی کنند، اما نه با انتخابات، بلکه با توسل به ابزار رد صلاحیت ها و حذف رقیب از میدان. در سال 1400 سید ابراهیم رئیسی که یک بار مقابل حسن روحانی در سال 96 شکست خورده بود، بار دیگر به عرصه آمد، اما این بار رقیب ویژه‌ای را در مقابل خود نمی‌دید، زیرا همان سیاستی که در سال 98 پیش گرفته شده بود باعث حذف بسیاری از چهره‌های شاخص از میدان رقابت شده بود. در این مقطع بود که اصولگرایان رسما از طرح یک دستسازی قدرت سخن گفتند و چنین استدلال کردند که در چنین شرایطی کارها بهتر جلو می‌رود. اما دیری نپایید که ثابت شد چنین طرحی نه تنها به رفع مشکلات کشور کمک نکرد، بلکه باعث ایجاد اختلافات درونی اصولگرایان شد و کار به جایی رسید که نیروهای اصولگرا علیه یکدیگر دست به افشاگری زدند. از سوی دیگر عنصر نظارت نیز به حاشیه رفت و عملاً نه مجلس خود را جوابگوی مردم می‌دید و نه دولت پاسخگوی مجلس بود. از سوی دیگر سیاست یک دستسازی دست کم دو نتیجه منفی دیگر هم داشته، یکی محروم شدن کشور از بخشی از نیروهای کارآمد خود و دیگری ناامیدی مردم از تغییر اوضاع. با این حال در انتخابات مجلس 12 هم در بر همان پاشنه چرخید و حتی با اصلاح قانون انتخابات زمینه برای ورود نیروهای اصلاح طلب و مستقل تنگتر از گذشته هم شد. در چنین شرایطی سید ابراهیم رئیسی در حادثه بالگرد جان خود را از دست داد تا کار به برگزاری انتخابات زود هنگام بکشد. اگرچه بسیاری از سیاسیون امیدوارند که پس از تجربه ناخوشایند چند سال اخیر سیاست یک دستسازی متوقف شود، اما تاکنون هیچ نشانه ای از تغییر سیاست دیده نشده و به نظر میرسد باز هم شاهد رقابتی میان اصولگرایان باشیم. هر چند باید منتظر ماند و دید تصمیم سازان کشور کدام راه را انتخاب خواهند کرد.